روی صحبتم به فرماندهان ارتش هست، از تیمسار امیر دریادار، حبیب الله سیاری، ناخدا صمدی، سرتیپ موسوی، سرتیپ حیدری. شما دارید چیکار میکنید؟ الان دیگه چه بهانه‌ای دارید؟ مردم ایران، مردم خوزستان 14 روزه که بیرونن. مردم ایران در شهرهای مختلف ریختن بیرون، از اصفهان، از همدان، از زنجان، از کرج، از تهران، همه ریختن بیرون. شما الان کجا هستید؟ دیگه چه بهانه‌ای دارید که از مردم حمایت نمی‌کنید؟ چه کسانی به شما این مأموریت رو داده که حقی که مردم ایران برای گذار از جمهوری اسلامی میخوان و جوابشون سر به داغ هست و تقلیل بدید به اندازه یک آب، که 10 تا 15 تا تانکر آب بردارید را بندازید توی خیابون‌ها و تو جاده به سمت خوزستان که مردم رو فریب بدید؟ چرا به شعور و به شخصیت و به فهم مردم ایران دارید توهین میکنید؟ فرماندهان ارتش، فرمانده نیروی زمینی ارتش، آقای ناخدا صمدی، امروز شما دارید چیکار میکنید؟ آقای امیر دریادار سیاری، امروز شما دارید چیکار میکنید؟ شمایی که این همه ویدیو پر میکنید، این همه در مصاحبهاتون در جاهای مختلف صحبت از دفاع 34 روزه از خرمشهر میکنید، صحبت از دفاع در طول 8 سال توسط ارتش میکنید که سپاه حق ارتش رو خورده، شمایی که قسم خوردید از مردم ایران دفاع کنید، امروز کجا هستید؟ آقای ناخدا صمدی، از دوستانت سوال کن، از همون غلام بیسیم چیه تو در خرمشهر سوال کن که دست راستشو کجا جا گذاشت و برای چی جا گذاشت. آقای امیر دریادار سیاری، شما به فکر دوستانت، به فکر همرزمانت که در خرمشهر، در 40 متری خرمشهر جاشون گذاشتی، خونشون ریخته شد روی خیابون 40 متری خرمشهر، به فکر اونها نیستی؟ شما امروز شرمنده همرزمانت هستی، مثل مختاری ها، مثل مزینانی ها که در 40 متری خرمشهر خونشون ریخته شد تا دست دشمن به ناموس ایرانی نرسه، دست دشمن به خاک ایران نرسه. یک مروری بکنیم به صحبت های خودتون برگردیم. آقای امیر دریادار سیاری، شمایی که برگشتی گفتی آقا ما ثابت کردیم دختر ما، زن ما گرفتار شده تو خرمشهر، ما برای آوردن جنازه شهید دادیم. آقای دریادار سیاری، یک بار دیگه جملتو تکرار کن، شهید برای چی دادید؟ دختر ما، زن ما گرفتار شده تو خرمشهر، ما برای آوردن جنازه شهید دادیم. شما اگر شهید دادید برای اینکه جنازه یک زن ایرانی به دست عراقی‌ها نیفته، امروز دارید چیکار میکنید که 1500 تا از نیروهای تروریستی حشد و شعبی پاشون رو گذاشتن تو خوزستان، دارن ناموس تو، زن تو، خواهر تو، مادر تو، همون کسانی که 8 سال براشون جنگیدی رو هم کتک میزنن، هم میکشن، هم بهشون تجاوز میکنن. آقای ناخدا صمدی، امروز کجا هستید شما؟ یعنی همه ما به غیرتی، یعنی همه ما احساس نداریم، یعنی همه ما مردیم، یعنی همه ما مرد رو نمیشناسیم، یعنی همه ما منافع شما میدونیم. شمایی که گریه میکنی به خاطر هم رزمت که در خیابانهای خرمشهر جونش رو از دست داد، از ناموس دفاع بکنه، امروز کجا هستی؟ در طول این همه سال کجا بودید شما؟ فقط بسنده کردید به این که 4 تا تانکر آب بفرستید خوزستان؟ آقای امیر دریادار سیاری، شما در رابطه با سریال کیمیا چه اعتراضی کردید؟ گوش کنید. از میگه یعنی ما تو ایران انقدر بی غیرتیم که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم بجنگه؟ ای توف به شرف ما. پس شما به ناموس و به غیرت و به شرف اعتقاد دارید؟ پس شما الان شرفت کجاست آقای ناخدا صمدی؟ شرفت، غیرتت، ناموست آقای امیر دریادار سیاری؟ شرفت، غیرتت، ناموست، فهمت، وطنت، معرفتت کجاست امروز؟ شما جوابگوی این همه نیرویی که در 8 سال دفاع مقدس پشت سر شما به عنوان فرماندهشون ایستادن و جونشون از دست دادن و نمیتونید بدید. یک مروری کنیم ببینیم میتونید به این عزیزان جواب بدید یا نه. به این افراد سلام، به کیف 55 هوا برد که آنقدر شهید داد که 3 بار به طور کامل نوسازی شد. به سربازان شهید لشکر 77 خراسان، 92 یهواز، تیپ 37 زرهی و 55 هوا برد شیراز که در عملیات فتح المبین با سلاح و تجهیزات شب عملیات 37 کیلومتر را دویدند تا دشمن را منهدم کرده و دنیا را متحیر ساختند. سلام به دلاور مردان لشکر 81 زرهی کرمانشاه، 84 پیاده خرم‌آباد،
لشکر 28 پیادی کردستان و لشکر 64 ارومیه که 8 سال در کوهستان‌های سر به فلک کشیده کردستان، کرمانشاه و ایلام جانانه جنگیدند و دشمن را زمینگیر کردند. آن به آن سرباز لشکر 21 که وقتی جسدش را در فکه تفحص کردند هنوز سر لوله تفنگش به سمت عراق بود. جناب سروانی که شما میای میزنی رو خاک ایران، میگی یک وجب از خاک ایران را نمیدیم به دشمن. راست میگی، شما یک وجب نمیدید، صدها کیلومتر رو بخشیدن به دشمن، اما شما تکون نخوردید. چرا سکوت کردید؟ ما جان میدهیم، خون میدهیم، اما یک وجب، حتی یک وجب از خاک وطن را نمیدهیم. دریاچه کاسپین رو واگذار کردن، حرف نزدید. تمام ایران رو دارن میبخشن، تکون نمیخورید. ناموستون رو دارن میکشن، به ناموستون دارن تجاوز میکنن. خفه خون گرفتید، کجا هستید شما؟ دارید چی کار میکنید؟ از کی میترسید؟ شما ارتش ایران هستید یا ارتش حکومتی که از روز اول دستش به خون امیران ارتش آلوده بوده؟ آقای دریادار سیاری، آقای ناخدا صمدی، اگر ادعای میکنید که در اردیبهشت 59، در روزهای ابتدایی شهریور 59، در 23 شهریور 59 شما اولین ستادی بودی که برای جنگ تشکیل داده شد در بوشهر، اگر ادعا میکنید که در 31 شهریور 700 نیروی تکاور دریایی رو از بوشهر فرستادن برای خرمشهر و شما فرماندهشون بودید، شما کسانی بودید که در حکومت شاهنشاهی تربیت شدید، اما اون غیرت، اون شرف، اون ناموس پرستی، اون خاک پرستی امروز در کجای ارتش نهادینه شده؟ شمایی که انقدر ادعا میکنید امروز کجا هستید؟ این آخرین اخطار به شما هاست. شما هم یا مثل جمهوری اسلامی دستتون به خون جوانان ایران، دستتون به تجاوز به ناموس ایرانی، دستتون به فروش و واگذاری خاک و آب ایران آلوده است، یا نیستید. اگر با ایران هستید، اگر با مردم ایران هستید، امروز که سراسر ایران قیام کردند، وظیفه شما هست به حمایت از مردم ایران بیایید جلوشون بایستید و سینه‌تون رو ستم کنید در مقابل نیروهای سرکوب و حق مردم ایران و حق ایرانی رو بگیرید. شما طبق سوگندی که خوردید وظیفه دارید از تمامیت ارضی ایران دفاع کنید، از منافع ملی ایران دفاع بکنید، نه از جمهوری اسلامی، نه از آخوند جماعتی که اومده تا ایران رو نابود بکنه. این آخرین اخطار به شما ها هست.